این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است. همیشه خردمند امیدوار نبیند به جز شادی از روزگار. سلام عرض میکنم و خوشحالم که در کانون وکلا فضایی فراهم شده برای اینکه ما به موضوع محیط زیست به شکلی جدی و انشاءالله حقوقی بپردازیم. یکی از شاید لکنت‌های جدی که در حوزه محیط زیست همیشه وجود داشته همین پشتوانه‌های حقوقی بوده برای مطالباتی که ما در طول این چند دهه مطرح می‌کنیم. همیشه سوال ما این بوده که اگر که یک خبرنگاری یک نقطه‌ای رو بالا و پایین بکنه، یک دادگاه ویژه‌ای وجود داره که تمام قد به خطاهای اون خبرنگار رسیدگی می‌کنه و نه تنها اون خبرنگار رو مورد مؤاخذه و تنبیه قرار میده، که روزنامه‌ای هم که اون خبرنگار توش اون مطلب اشتباه رو چاپ کرده تنبیه میکنه. در حوزه روحانیت میبینید که اگر که ما با روحانیانی مواجه باشیم که اونها به هر دلیل قرائت‌هایی رو ارائه بکنن که زاویه داشته باشه با قرائت‌های حاکمیت، در دادگاهی خاص اونها مورد محاکمه قرار می‌گیرن و مجازات میشن. برای نیروهای مسلح به همین شکل ما دادگاه‌های خاص و ویژه داریم. چرا در مورد موضوع محیط زیست که موضوعی به مراتب مهمتره و نابخردی های رخ داده در اون میتونه تا چند نسل رو درگیر بکنه، چنین حساسیتی در محاکم حقوقی و دادگستری ما تا کنون وجود نداشته؟ اتفاقی که همین چند روز پیش در شهر جیرفت افتاد و ما شاهد این بودیم که هزاران نفر از هموطنان ما از اطراف قلعه گنج و روستاهای حاشیه جازموریان اومدن و شب رو در پارک‌های جیرفت سپری کردند و یک موزل اجتماعی ایجاد کرد، اتفاقی نبوده که یک روزه به وجود بیاد. این اتفاق از زمانی به وجود اومد که ما تصمیم گرفتیم در کرمان هفت باغ بسازیم، تصمیم گرفتیم که مسیر حلیل رود رو عوض بکنیم، تصمیم گرفتیم که بارگذاری های جدید در تنها رودخانه دائمی جنوب شرق ایران تعریف بکنیم و به این ترتیب حقابه‌ای که هزاران سال بود به سمت جازموریان می آمد رو گرفتیم ازشون و هیچ فکر نکردیم مردمی که با همین آبه که سالهای سال دارن زندگی میکنن باید چه کار بکنن، چه بلایی سرشون میاد. هیچ کسی هم نیستش که ظاهراً به دادشون برسه تا زمانی که آخرین قطره آبشون رو هم از دست دادن، تا زمانی که نمیدونم گزارشاشو دیدید یا نه که خود منم منتشر کردم که حتی دیگه حیات وحش هم آبی برای خوردن نداره و میان آهوها، کلها، بوزها، میشبره ها میفتن توی این آب انبارهایی که در اطراف روستاهاشون وجود داره و خفه میشن، که همین اخیراً با وجود فقر بسیار شدیدی که داشتن، این فقری که من میگم واقعا باید شما بیایید ببینید که چیه. یعنی مثلا توی یه روستایشون به نام رضا آباد که من رفتم در قلمرو محمد آباد ریگان، اونجا مرده ها میمونه رو زمین تا اینکه چند تا بشه تا بتونن پول جمع بکنن یه وانت بگیرن بیارنش به نزدیکترین شهر که غسلش بکنن، چون آبی وجود نداره برای غسل کردن مرده هاشون. باید بیایید و ببینید که از چه فلاکتی دارم صحبت میکنم. تو اون شرایط مردم اومدن و یک مسیری رو درست کردن با آجر و خشت و گل که این آبی که در مسیر آب انبارشون هست بتونه
آهوها و میشبره ها رو سیر بکنه و اونها خفه نشن. مردم بسیار شریف و دوست داشتنی هستن که در اوج فقر، در اوج شرایطی که حتی خودشون آبی برای نوشیدن ندارن، سعی میکنن که زیستمندانی که در سرزمینشون هستند از تشنگی نمیرن. ما با این مردم چه کرده ایم و اصولا چه راهکاری براشون داریم؟ آیا قصه‌ای که در قلعه گنج و جنوب جیرفت و حاشیه جازموریان داره اتفاق میفته و یک پهنه نیم میلیون هکتاری ما رو تبدیل به یکی از بزرگترین چشمه‌های تولید گرد و خاک و ناپایداری اکولوژیکی در شرق کشور کرده، ناامنی ها رو افزایش داده و جریان های خشونت طلبی رو ایجاد کرده که شما میبینید حالا در هیبت به اسارت گرفتن برخی از مرزبانان ما خودشون نشون میده، یک استثناست. در جای دیگه ما چنین خطاهایی رو نکردیم. ما اومدیم خراسان شمالی رو مستقل کردیم، یک استان جدا کردیم به مرکزیت بجنور و بعد برای اینکه این استان بتونه روی پای خودش بیسته 18 صد رو طراحی کردیم که روی اترک ساخته بشه تا بر وسعت اراضی کشاورزی در بالا دست اترک اضافه بکنیم، انگار که هموطنان ما در پایاب اترک، در استان گلستان، در دشت ترکمن صحرا ایرانی نیستن و اونها حقی ندارن از این آب که هزاران سال بوده از این آب داشتن استفاده می کردن. و آلماگل، آلاگل و آجیگل رو تبدیل کردیم به کانونهای جدید فرسایش بادی. خلیج گرگان رو تبدیل کردیم، خلیج گرگان در مازندران تبدیل میشه به یک چشمه تولید گرد و خاک. گومیشان 1.5 کیلومتر عقب نشینی میکنه و یه بحران جدی واقعا شگفت انگیزی رو ما ایجاد کردیم. انگار که هر کدوم از این پاره های وطن احساس میکنن که آب اگر از استانشون خارج بشه میره در دست رژیم غاصب اسرائیل قرار میگیره. آیا اتفاقی که داره در خراسان شمالی میفته یک استثناء؟ همین قبل از عید آقای تاجگردون که از قضا در شمار نمایندگان قابل اتکا و حرفه‌ای مجلس شورای اسلامی است، طرحی رو افتتاح کرد 35 هزار هکتار به وسعت اراضی کشاورزی در اطراف گچساران شهر حوزه انتخابیش اضافه کرد. از رودخانه زهره موتور پمپ گذاشتن و دارن آب میکشن برای اینکه بتونن این 35 هزار هکتار رو مشروب بکنن. همه هم براشون کف و سود که بالاخره این نماینده برای ما اشتغال ایجاد کرد. اما این آب رودخانه زهره مگر کجا میرفت؟ این آب رودخانه زهره میرفت اسرائیل؟ این آب رودخانه زهره داشت میرفت به هندیجان در استان خوزستان و هموطنان ما در استان خوزستان روی این آب حساب کرده بودن. الان اونجا یکی از جدیترین کانونهای بحرانی فرسایش بادی ایجاد شده که به خاطر جهت باد که از سمت خلیج فارس برخی از مواقع سال میوزه، شما میبینید که میزان گرد و غبار و ریزگردها در اهواز چنان وحشتناک میشه که دیگه از شرایط امنیتی هم عبور میکنه. چند بار حتی برق از دست رفت و شما میبینید که تا 700-800 برابر حد مجاز میزان ریزگردها و ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون در فضای اهواز افزایش پیدا میکنه. فرماندار هندیجان به من خودش صراحتاً گفتش که من سد کوثر رو که در بالادست زهره زده شده سد افیونی میدونم. فرماندار یکی از استانهای جمهوری اسلامی ایران داره یه همچین عبارتی رو در مورد یه همچین سازه‌ای که بیش از 100 میلیارد تومان به موقع خودش هزینه‌اش شد رو یک سازه افیونی میدونه. فرماندار میدونه، نه اینکه یک منتقد، یک کسی که بیرون از نظامه. سد کرخه ما رو مگر چی میگن؟ مردمی که در سوسنگرد و در بستان زندگی میکنن و سالهای سال بوده که از تالاب‌های اقماری
سوسنگت و بستان قوت لایموتشون رو تامین میکردن، از نیها حسیر بافی میکردن، گلیم درست میکردن، ظروف مختلف رو درست میکردن، صیادی میکردن و همچنین ماهیگیری میکردن. وقتی سد چرخه زده شد و تمام اون طالاب ها هورالعظیم و هورالحمار و هورالحویزه همه خوش شد، اون چیزی که ما توی فیلم ها میبینیم جزایر مجنون چیزی ازش نمونده و اونها به شدت با یک تنش معیشتی روبرو شدن، حالا به سد چرخه که افتخار مهندسی ماست، بزرگترین سد مخزنی ماست، میگن سد عرب کش. و جریان های پان عربیست من بر همین تبل میکوبند که نگاه کنید فارسا به عمد دارن سرزمین شما رو خوش میکنن، اما هیچ عمدی در کار نیست، حماقت محضه، حماقت محض، به خاطر اینکه فکر میکنیم که داریم اشتغال ایجاد میکنیم، فکر میکنیم داریم توسعه ایجاد میکنیم، اما چون برخوردار از فهم بومشناختی نیستیم، واقعیت سرزمین خودمون رو نشناختیم، حاصلش میشه یک همچین اتفاقات ناگوار. آیا ماجرای غم‌انگیز چرخه یک استثناست؟ آیا همین بلا رو ما با ساخت 105 سد روی 14 رودخانه منتهی به حوضه آبخیز ارومیه رقم نزدیم که چون دیگه آبی پیدا نشد جلوی 34-5 تا از سدها گرفته شده و 72 تا از سدها ساخته شد؟ خب ما برای چی این همه سد زدیم اینجا؟ چون میخواستیم 200,000 شغل ایجاد بکنیم. هر چقدر هم که فریاد زدیم که آقا این شغل توسعه پایدار به ارمغان نمیاره، چون اگر که ما ظرفیت گرمای ویژه منطقه رو که دریاچه ارومیه مسئولش از دست بدیم، تفاوت دمای شب و روز افزایش پیدا بکنه، نیاز اقلام زراعی افزایش پیدا بکنه، اون وقت ما با یک موج مهاجرت بزرگی روبرو خواهیم شد. کسی گوش نکرد، میلیاردها تومان هزینه کردیم و یک بلای بزرگ سر چشم آبی نقشه گربه نشان خودمون آوردیم که حالا قصه پرگستش و کودکان استرالیایی در کتاب‌های درسیشون میخونن تا عبرت بگیرن. آیا ما خودمون عبرت گرفتیم؟ 4 سال رئیس کنونی سازمان حفاظت محیط زیست عیسی کلانتری مسئول تامل اختیار احیای دوباره دریاچه ارومیه بود با تیمش از جمله آقای تجریشی که الان هم معاونشه باز در سازمان محیط زیست. خودشون میگن 2,000 میلیارد تومان هزینه کردن. آقای تجریشی اخیراً گفتش که ما راه اشتباه رفتیم، ما باید روی مسئله اجتماعی کار میکردیم و چون روی مسئله اجتماعی کار نکردیم عملاً به جایی نرسیدیم. ما نه تنها نتوانستیم طرح نکاش رو اجرا کنیم که طرح بهکاش رو هم نتونستیم اجرا کنیم. وسعت چغندر کاری ها در میان دو آب در طول 2 سال اخیر 27,000 هکتار افزایش پیدا کرد و تولید سیب بیش از 2 برابر افزایش پیدا کرد. در حوزه‌ای که ما آب نداریم، در حوزه‌ای که ما باید بریم به سمت کاهش وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک، 2,000 میلیارد تومان برای این حوزه هزینه کردیم. این شده نتیجهش. و حالا آقای کلانتری اعلام میکنه که ما باید 20,000 میلیارد تومان هزینه کنیم، اگر نه کاری از پیش نخواهیم برد. آیا قصه غم‌انگیز دریاچه ارومیه در این کشور یک استثناست؟ چه کسی پاسخگوی تنش‌های امنیتی ایجاد شده در پس این خطاهای راهبردی در حوزه محیط زیست؟ اگر ما یکی از این خطاها را به درستی جلوش می‌گرفتیم و دادگاه تخصصی حوزه محیط زیست شکل می‌گرفت و به این خطاها رسیدگی می‌کرد، آیا این خطاها تکرار می‌شد در دشت فامینین، در کبوتر آهنگ، در جایی که ما 50,000 اشتغال پایدار داشتیم و به خاطر جانمایی غلط نیروگاه شهید مفتح که نیاز به آب دائم داشت برای توربین‌هاش منجر به این شده که 23 تا فروچاله اینجا ایجاد بشه و این دشت حاصلخیز از حیز انتفاع خارج شد؟ آیا اگر ما این خطا رو جلوش به موقع گرفته بودیم، حساسیت ایجاد کرده بودیم، همین ماجرا در
مینا در قطب کشاورزی هرمزگان رخ میداد، مینابی که در سال 1381 8 میلیون نفر نخل داشت. 8 میلیون، یعنی بعد از بصره بزرگترین نخلستان جهانه. مینابی که تنها جاییه که در ایران درخت انبه وجود داره، 1 میلیون پایه درخت انبه داشت. 1381 و در 1394 از اون 8 میلیون پایه نخل 20 هزار تا مونده بود و از اون 1 میلیون انبه 400 تا پایه مونده. برای اینکه ما یک سدی زدیم به نام سد استقلال، آب رو از رودخانه شور و شیرین منتقل کردیم به سمت بندر عباس برای تامین نیاز صنعت و شرب، و بعد به مردم میناب گفتیم حالا چاه بزنید برای تامین آبتون، و اونها چاه زدن و از چلو گاف میشی به اونور همینجوری فروچاله ایجاد شده تا اداره دارایی مرکزی میناب. مردم میناب که یک زمانی جز مرفه ترین مردم هرمزگان بودن، جز فقیرترین مردم شدن. چندین بار عملیات تخریبی انجام دادن که خط لوله رو منفجر کنن، این همین کاری که کشاورزا در ورزنه برای یزد دارن انجام میدن. توی همین درگیری های امنیتی بعد از فاجعه تروریستی که به صحن مطهر حضرت امام و مجلس شورای اسلامی داعشی ها حمله کردن، مشخص شد که 4 نفرشون مان رودان از روستای اطراف میناب هستن و یکیشون مان روستای حجیج هست که اونجا اما با سد داریان و بردن زیر آبش و نابود کردن کانیبل این کار رو کردیم. وقتی شما مردمی صدای مردم رو نشنوید، ملاحظات مردم رو درک نکنید، از بالا براشون تصمیم بگیرید و به خاطر مصلحت هایی که فکر میکنید اقتصادی ملاحظات محیط زیستی رو ذبح بکنید، یک فاجعه به وجود میاد. مگر همین فاجعه در کنار دست ما در سوریه و عراق شکل نگرفت؟ چرا ما عبرت نگرفتیم؟ طرح بزرگ گاب که ترکیه اجرا کرد و روی دجله و فرات 120 میلیون متر مکعب مخزن زده، فقط یکی از سدهای ترکیه آتاتورک 48.8 میلیارد متر مکعب گنجایششه. 120 میلیون 48.8 میلیارد متر مکعب، یعنی از کل گنجایش 650 صدی که ما در ایران زدیم بیشتر. ما 47.6 میلیارد متر مکعب قابلیت تنظیمش رو داریم. آب از آب تکون خورد. 4 میلیون از اراضی کشاورزی در سوریه و عراق از حیز انتفاع خارج شد. موج بزرگی از مهاجرت و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ سوریه و عراق ایجاد شد و اون وقت یک جریان خشونت طلبی تونست با روزی 20 دلار همه رو جذب کنه، چون مردم چیزی برای از دست دادن نداشتن. و تنش‌های اون نابخردی دامن خود دولت ترکیه رو اول از همه گرفت. خود آنکارا، خود استانبول، خود فرودگاه آتاتورک، تا منچستر، تا ایران. اون چیزی که بهش میگیم باترفلای افکت، اثر پروانه‌ای، اکوسیستم پیچیده‌ای که در کره زمین وجود داره، اون چیزی که خود ما ایرانی‌ها با پوست خونمون لمس کردیم وقتی که یک آدم نابخرد آزمند به نام صدام حسین اومد و مسیر دجله و فرات رو در اواسط جنگ تغییر داد، چون می‌ترسید که سپاهیان ایران به سمت بصره حمله بکنن، اما رسما اعلام کرد برای توسعه کشاورزی در شمال بصره این کارو کرده. اما همین باعث شد که یک چشمه بزرگ تولید گرد و خاک و ناپایدار در اون منطقه ایجاد بشه که بعد از 2 دهه از نابودی صدام حسین همچنان 25 استان ما درگیر این ماجرا هستن. اینها همه نشون دهنده اینه که جنایت‌های محیط زیستی جنایت‌های به مراتب وحشتناک‌تر، پایدارتر و خطرناکتر از هر نوع جنایت دیگری هستش که اتفاق میفته و ما اگر بهش به موقع و به درستی نپردازیم واقعا غیر قابل جبرانه. غیر قابل جبرانیش میشه در هیبت پدیده به نام فرونشست زمین که اختی رخ بده، دست کم 70 تا 80 هزار سال 70 تا 80 هزار سال زمان لازمه تا ما جبرانش بکنیم.
برای همینه که 4 میلیمتر نشست زمین رو اعلام میکنن به عنوان شرایط بحرانی. 4 میلیمتر. همین اخیراً تونلی زدن از رودخانه کرج به سمت تهران که اون تهمانده قطره‌های آب رودخانه کرج رو برای تهرانی‌ها احساس بدن. تهرانی که داره مثل قارچ همچنان رشد میکنه و کسی حواسش نیست که این رودخانه کرج وقتی نرسه به دشت شهریار، یک فاجعه بزرگ در زیر تهران داره ایجاد میشه. همین الان 36 سانتیمتر در سال بنا به گزارش سازمان زمین‌شناسی در برخی از مناطق داره زمین نشست میکنه. بسیاری از هموطنان ما در شهرره با پدیده نشست زمین به شکلی درگیر شدن که خونه هاشون دراش بسته نمیشه، درهای اتاقشون. در معین‌آباد ورامین تا 25 سانتیمتر داره این اتفاق میفته. میزان نشست زمین در تهران 90 برابر اون چیزی که بهش میگیم شرایط بحرانی. واقعا چرا کسی تکونی نمیخوره؟ چرا آب از آب تکون نمیخوره؟ چرا این نظام، این صحنه بهارستان، این ساختمان پاستور، این روزنامه ها میلرزن، بحثای جدی میکنن موقعی که میشنون که چند تا دختر بچه کوچولو در برابر شهردار تهران حرکت های ریتمیک از دست دارن انجام میدن، ولی نمیلرزن وقتی که زمین در زیر پای ایرانیان این گونه فرو میره. در دشت فساب جهرم رقم میزان نشست زمین به 54 سانتیمتر در سال رسیده، یعنی 140 برابر شرایط بحرانی. 70 تا 80 هزار سال طول میکشه ما اگر بخوایم اونجا رو درمان بکنیم. و آب از آب تکون نمیخوره، اما دادستان کل کشور یک باره رگ گردنش میزنه بیرون که چرا خانم ها رفتن تو ورزشگاه. یعنی واقعا اینجاست که نظام میلرزه. گناه ماست، گناه ما هم هست، گناه من متخصص محیط زیستم حتما هست که نتونستم به زبان ساده بگم که ما داریم الماس میدیم و شکلات میگیریم. اما همه ما در این سرزمین به نظر من مسئولیت داریم. خوشحالم که به هر حال ماده 66 وجود داره، اما قبل از ماده 66 ما اصل 50 قانون اساسی رو داشتیم که میگه حفظ محیط زیست لازمه حیات اجتماعی رو به رشد مردم ایرانه و یک وظیفه عمومیه و ما هر کدوممون میتونیم اگر خسارت محیط زیستی میبینیم اعلام جرم بکنیم. ما باید شرایطی رو فراهم بکنیم تا این بستر واقعا شکل بگیره. خوشحالم که کانون وکلا وارد این ماجرا شده، هرچند که میدونم این دوستانم محدودیت‌های خاص خودشونو دارن، اما امیدوارم که کمک بکنن به اینکه ما از لاک خودمون در بیایم و کمک بکنیم. یک کنشگر واقعی محیط زیست، یک فعال واقعی محیط زیست واقعی ترین دوستدار این بوم و بره، به خاطر اینکه داره برای اون مؤلفه‌هایی در این سرزمین می‌جنگه که هرگز نمیتونن ازش تشکر بکنن، هرچند که با حجمه‌های بزرگی هم ما روبرو میشیم، اتهامات عجیب و غریبی هم به ما میزنن. اما همینه، این کشور ماست و باید براش بجنگیم و اگه لازم هست براش خون بدیم. متشکرم.